من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين. چاپخانه قرآن کریم در مدینه منوره. سعادت اليقين. قرآن کریم کلام الهی است که بر رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید. اساسنامه و مصدر قانونگذاری و برنامه ریزی برای امت اسلامی است. الله متعال به وسیله قرآن دلهای بندگان مؤمن را روشن نموده، مردم را از تاریکی به سوی نور و صراط مستقیم راه نمایی کرد. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را. این قرآن کتابی است که بر تو ای پیامبر نازل کردیم تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی های شرک و جهالت به سوی روشنایی ایمان و دانش درآوری، به سوی راه الله پیروزمند ستوده. قرآن کریم طی چند مرحله و در زمانهای متفاوت بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چند تن از بزرگان صحابه رضی الله عنهم را به عنوان کاتبان وحی انتخاب نمودند. هرگاه آیه ای از قرآن نازل می شد، آن را بر کاتبان وحی املا می کردند و می فرمودند این آیه را در فلان سوره و میان فلان و فلان آیه قرار دهید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابه را بر تلاوت و حفظ و نوشتن قرآن کریم تشویق می نمودند و تعدادی از آنان به عنوان قاریان و معلمان قرآن معروف بودند. سرانجام زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رحلت فرمودند، بسیاری از صحابه قرآن کریم را از محضر ایشان به صورت شفاهی آموخته آن را حفظ نموده بودند تا به دیگران یاد دهند. همچنین در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل قرآن کریم با وسایل نوشتاری آن روز به نگارش درآمد. توجه به آموزش قرآن و نوشتن و انتشار آن بین مردم سنتی بود که خلفای راشدین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ارث برده بودند. در زمان خلافت قرآن با ترتیب دقیق سوره ها و آیه ها طبق آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشخص فرموده بودند در یک نسخه رسمی مورد اتفاق تمامی صحابه کرام جمع‌آوری شد و در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزد ایشان نگهداری می شد. بعد از ایشان نزد عمر فاروق رضی الله عنه باقی ماند. پس از وفات عمر فاروق رضی الله عنه به دست مادر مؤمنان حفصه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سپرده شد. در زمان خلافت عثمان ابن عفان رضی الله عنه مردم بر یک مصحف و قرآن اجماع کردند
و نام آن را مصحف امام گذاشتند. از آن مصحف چندین مصحف دیگر نسخه برداری شد و به شهرهای معروف اسلامی آن زمان فرستاده شد که به مصحف عثمانی مشهور گشت و تا امروز نیز بر اساس همان مصحف قرآن کریم نوشته می شود. بدین وسیله قرآن با همان متن اولیه زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدون هیچ بیش و کمی به دست ما رسید و از هر گونه تحریف و تغییری در امان ماند و در دلها حفظ و در مصحفها ثبت گردید. در طول تاریخ الله متعال افرادی از امت را جهت خدمت به قرآن کریم و علوم مختلف آن مسخر نمود تا معجزه جاودان الهی در حفظ کلام الله به حقیقت بپیوندد، چنانکه الله متعال می‌فرماید: اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون. همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعا ما نگهبان آن هستیم. بعد از قرن اول هجری شیوه های مختلفی جهت رسیدگی و اهتمام به قرآن کریم به وجود آمد. خوشنویسان در طول تاریخ برای نوشتن قرآن کریم مهارت‌ها و هنرهای بدیعی به خرج دادند. تا قرن پنجم هجری بیشتر مصاحف با خط کوفی نوشته می‌شد. پس از آن تا قرن نهم هجری خط ثلث در اولویت قرار گرفت و بعد از آن تا عصر حاضر نوشتن قرآن کریم با خط نسخ همچنان ادامه دارد. اسم المعانی فی السطور نسمو بها دنیا و دین. خواست الله متعال بر این رفت که سرزمین حرمین شریفین، محل نزول وحی و نقطه آغازین دعوت اسلامی، مسئولیت خدمت به قرآن کریم و رساندن آن به سراسر دنیا را بر عهده داشته باشد. الله متعال به حاکمان این سرزمین توفیق داد تا امور زندگی و حکومت خود را بر وفق دستورات قرآن کریم تنظیم نموده، کلام پاک الهی را محور اهتمام و توجه خود قرار دهند. به همین خاطر این کشور در رفاه و ثبات و آرامش زبانزد خاص و عام شده، از جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای جهان برخوردار گردید. عربستان سعودی تلاش‌های خود در راستای خدمت به قرآن کریم را همچنان ادامه داد تا اینکه خادم حرمین شریفین ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود با صدور فرمانی دستور تأسیس بزرگترین مجمع خدمت به قرآن کریم در سطح جهان را صادر نمود و شهر مدینه منوره هجرتگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مقر این مجمع که جزو افتخارات این کشور محسوب می شود انتخاب گردید. در ماه محرم سال 1403 هجری قمری ملک فهد رحمت الله علیه سنگ بنای این مجمع را نهاد تا دو سال بعد در ماه صفر سال 1405 هجری قمری آن را افتتاح کند. بسم الله علی برکت الله. مجمع فعالیت‌هایش را آغاز نمود تا انتشارات آن در سراسر دنیا پخش گردد. قرآن‌هایی که در این مجمع به چاپ می‌رسد به نام مصحف مدینه منوره معروف است. این مجمع با تمامی امکانات و خدمات
در مساحت 250,000 متر مربع ساخته شده است و در طراحی آن روح معماری اسلامی هویداست. حفظه تحل الامور ما خاب من. مسئولیت نظارت بر این مجمع بر عهده شخص وزیر شئون اسلامی و دعوت و ارشاد می باشد. ایشان همچنین بر شورای عالی مجمع که وظیفه برنامه ریزی و پیگیری دستاوردهای آن را به عهده دارد مدیریت می کند. مجمع یک دبیرخانه عمومی دارد تا اجرای سیاستهای آن را پیگیری کند و همچنین دارای یک مجلس علمی است که ریاست آن را دبیر کل بر عهده دارد و در راستای تحقق اهداف علمی مجمع تلاش می کند. در این مجمع قرآن کریم با دقت عالی و با رعایت قوانین و اصول رسم قرآنی و با در نظر داشت جنبه های هنری و شیوه های نگارش به چاپ می رسد. هیئت علمی بررسی مصحف مدینه منوره قرآن کریم را پس از نوشتن توسط کاتبان از نگاه اصول نوشتاری و اعرابگذاری مورد بررسی و تدقیق قرار می دهد. در بخش ضبط صدا هیئت متخصصی وجود دارد که سلامت تلاوت‌های ضبط شده در این مجمع را بر اساس روایت‌های معتبر و متداول در جهان اسلام مورد بررسی قرار می‌دهد. مرکز مطالعات قرآنی وظیفه مطالعه و بررسی پژوهش‌های قرآنی که بر اساس اسناد و مدارک کاملاً علمی صورت گرفتند را بر عهده دارد. این مرکز تمامی مراجع و مصادر را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و در زمینه پاسخ به شبهاتی که در مورد قرآن مطرح می‌شود نیز فعالیت دارد. علاوه بر این، کتاب‌های تاریخی که در علوم قرآن نوشته شده و تا کنون همچنان به صورت خطی باقی مانده است را نیز مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد. در میدان ترجمه مجمع یک مرکز ویژه‌ای به نام مرکز ترجمه دارد که قرآن کریم را به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه می کند و در راستای مشکلات ترجمه پژوهش و مطالعات لازم را انجام می دهد و راهکارهای مناسبی ارائه می کند. این مجمع توجه ویژه‌ای به علوم قرآن کریم داشته آن را به زبانهای مختلف در دسترس مسلمانان قرار می دهد. در همین راستا مرکز تحقیقات دیجیتال یا الکترونیک مجمع خدمات زیل را تقدیم می کند. اعطای مدرک الکترونیک رسمی در مورد قرآن کریم، آماده کردن برنامه های نرم افزاری در مورد قرآن و علوم آن، مشارکت علمی در آماده کردن قاموس الکترونیکی متخصص در علوم قرآن کریم، نظارت بر مراکزی که نشریات الکترونیکی مجمع را آماده می کنند. اذ جاء بالوحی الامین فیه الکمال. مجمع در تمامی مراحل تولید و نشر از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چاپ و تولید و از جدیدترین تکنولوژی روز، سیستم راه‌اندازی و کنترل خودکار، کامپیوتر و دوربین و اسکنرهای پیشرفته در صفحه آرایی و چاپ و صحافی استفاده می‌کند. جهت دقت کار در تمامی مراحل تولید بر اساس استاندارد بین‌المللی معروف به ایزو، گروه نظارت با تجربه و خبره‌ای برای هر مرحله از مراحل تولید در این مجمع تعیین شده است. متخصصانی ورزیده متن را بر اساس قرائت‌های معتبر قرآنی
بر رسم الخط و اعراب گذاری کنترل کرده، بر کیفیت آن در تمامی مراحل تولید نظارت دارند. همچنین این علمای نامدار بر تمامی نسخه هایی که در مجمع چاپ می شود نظارت می کنند. طی هر مرحله کارهایی که هر ناظری بر روی انتشارات مجمع انجام می دهد جهت مشخص بودن فرد مسئول و مسئولیت پذیری در قبال آن با امضا و مهرش ثبت می شود. این مجمع در حال حاضر بیش از 12 میلیون نسخه از مصحف مدینه منوره را هر سال به چاپ می رساند که به عنوان هدیه خادم حرمین شریفین حفظه الله معروف بوده در بین مسلمانان سراسر دنیا توزیع می گردد. همچنین به هر حاجی و عمره گذار و هر فردی که از مجمع بازدید می نماید یک نسخه از قرآن کریم چاپ مجمع به عنوان هدیه داده می شود. مرکز آموزش و توانبخشی فنی جهت ارتقای ظرفیت و توانایی‌های کارکنان مجمع زیر نظر گروهی از کارشناسان تأسیس شده است. این مجمع به خاطر بالا بردن توانمندی‌ها و مهارت‌های مدیریتی و آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی کارمندان خود را در آموزشکده‌های متخصص آموزش می دهد. الكمال بلا غرور و بمعجزات لا تلين. و برای پاسخگویی به نیازهای مسلمانان در اینجا مصحف مدینه منوره به اندازه های مختلف و به روایت های معتبر در جهان اسلام به چاپ می رسد. مجمع قرآن کریم 6 نوع قرآن را بر اساس نوع چاپ و روایت منتشر می کند که شامل قرآن به روایت حفص از عاصم و روایت ورش از نافع مدنی و روایت قالون از نافع مدنی و روایت دوری از ابی عمرو بصری و روایت شعبه از عاصم کوفی و روایت سوسی از ابی عمرو بصری می باشد. تا کنون مجمع قرآن کریم را به بیش از 63 زبان دنیا ترجمه و نشر نموده است و یک تفسیر ویژه به زبان اشاره برای افراد ناشنوا را نیز به نشر رسانده است و همچنین قرآن کریم را با خط بریل برای افراد نابینا چاپ نموده است. مجله علمی تخصصی یا مجله مطالعات و تحقیقات قرآنی نیز از دستاوردهای مجمع می باشد. اداره فناوری اطلاعات مسئولیت نظارت بر راه اندازی صفحات اینترنتی مربوط به قرآن کریم و علوم قرآنی را بر عهده دارد. طوعاً في سرور كنز من الدر الثمين. سایت های مجمع بر روی شبکه اینترنتی از پرطرفدارترین شبکه های اسلامی به شمار می رود که پاسخگوی تمامی نیازهای دینی مردم می باشند و مباحث علمی متعلق به قرآن کریم و علوم قرآن را در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهند. در این صفحه های اینترنتی در کنار نسخه کامل قرآن کریم با رسم الخط عثمانی تعدادی از مشهورترین کتاب های تفسیر و علوم قرآن و 29 ترجمه قرآن کریم و 6 قرآن صوتی و تعداد زیادی از مطالب و کتاب های علمی دیگر قرار داده شده است. هیئت علمی ورزیده‌ای بر صفحات اینترنتی مجمع نظارت دارد. وظیفه این هیئت علمی علاوه بر تحقیق و مطالعه و بررسی و تایید مطالبی که از سوی مجمع در اینترنت به نشر می‌رسد، بررسی سوالات و شبهه‌هایی است
که از سوی کاربران مطرح می شود. صفحه اصلی اینترنتی مجمع به 7 زبان نمایش داده می شود که شامل زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، اردو، اسپانیایی، اندونزیایی و هاوساوی است. مهمترین طرح‌های الکترونیکی که مجمع ملک فهد برای چاپ و نشر قرآن کریم تا کنون تقدیم نموده، تهیه فونت‌های قرآنی بر اساس خط عثمانی که در مصحف مدینه منوره به کار برده شده به منظور استفاده در نرم افزارهای قرآنی و سایت‌های اسلامی، برنامه تایید تصاویر گرفته شده از سایت‌های مجمع. این برنامه امکان تحقیق در مورد محتویات هر صفحه‌ای که از سایت‌های مجمع در اینترنت دانلود می‌شود را به کاربران می‌دهد. آنها می‌توانند از اصلی بودن و صحت آن اطمینان کامل حاصل کنند. برنامه مصحف مدینه منوره مخصوص کامپیوتر، برنامه است نرم افزاری که به شخص این امکان را می دهد تا بتواند از آیاهای قرآن در برنامه های مخصوص رایانه استفاده کند. همچنین می توان در متن آیاهای قرآن بر اساس نوشتار خط و رسم عثمانی که مطابق با نسخه چاپ قرآن در مدینه منوره هست جستجو انجام داد. دایرة المعارف الکترونیکی کامل در مورد قرآن و علوم آن، شامل متن قرآن کریم با رسم الخط عثمانی مطابق با نسخه های چاپی مصحف مدینه منوره به همراه ربط دادن آیه ها به خدمت های مختلفی مانند تفسیر، ترجمه مفردات، واجه شناسی قرآن، اسباب نزول و ترجمه معانی قرآن به 6 زبان گوناگون به همراه امکان گوش دادن به تلاوت قرآن با صدای 4 نفر از قاریان مجمع. برنامه رایانه‌ای برای سوره فاتحه و جزء عمه و ترجمه آن. هدف برنامه این است که جزء عمه و سوره فاتحه را با ترجمه آن به صورت نرم افزار رایانه‌ای زیبا در اختیار بازدید کنندگان قرار دهد و به چندین زبان دنیا نشر نماید. مجمع ملک فهد برای چاپ قرآن کریم چندین صفحه اینترنتی بین‌المللی را در مورد قرآن کریم و علوم قرآنی ایجاد کرده است، از آن جمله سایت قرآن کریم و ترجمه معانی آن، سایت مصحف مدینه منوره برای بخش چاپ، سایت صوتی آموزش قرآن کریم، سایت مجموعی از فونت‌های کامپیوتر، پایگاه نسخه صوتی قرآن کریم، سایت تفسیر معانی قرآن به زبان اشاره، پایگاه مجله مطالعات و تحقیقات قرآنی، پایگاه نسخه دیجیتال مصحف مدینه، سایت انجمن معروفترین خطاط‌های مصحف شریف، سایت همایش‌های مجمع. همچنین این مجمع چندین نوع از برنامه‌های نرم‌افزاری قرآنی را راه‌اندازی کرده که بر روی تمام سیستم عامل‌های تلفن همراه مانند سیستم اپل، سیستم اندروید و سیستم ویندوز فون کاربرد دارد. شفاء للصدور يقوى به. یکی از فعالیت‌های این مجمع که هدف از آن اهتمام بیشتر به علوم قرآن کریم و سنت پاک نبوی است، برپایی کنفرانس‌های علمی می‌باشد. در این کنفرانس‌ها پژوهش‌های توسط متخصصین آماده و در جمع زیادی از علمای داخل و خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
تا کنون مجمع ملک فهد کنفرانس های زید را برگزار کرده است. اهتمام عربستان سعودی به قرآن کریم و علوم آن، ترجمه معانی قرآن کریم، بررسی گذشته و برنامه ریزی برای آینده، اهتمام عربستان سعودی به سنت و سیرت نبوی، قرآن کریم در تحقیقات خاورشناسان، قرآن کریم همگام با تکنولوژی روز، آخرین کنفرانس مجمع در مورد چاپ قرآن کریم و نشر آن، واقعیت‌ها و افق پیشرو بوده است. همچنین مجمع کنفرانسی با حضور معروف‌ترین خطاطان مصحف شریف در دنیا نیز برگزار کرده است. تا کنون بیش از 300 بحث علمی تخصصی و تایید شده از این کنفرانس ها منتشر شده است. میزگرد و کنفرانس هایی که مجمع برگزار می کند همچنان ادامه دارد و برای آینده به یاری الله متعال برنامه ریزی بیشتری در نظر گرفته شده است. از جمله فعالیت‌های مجمع برگزاری دوره‌های پایه آموزش تجوید قرآن کریم به هدف بهتر شدن تجوید حافظان قرآن کریم می‌باشد. در این دوره‌ها قاریان قرآن را نزد علمای با تجربه و متخصص با مراعات قواعد و ضوابط تجوید و بر اساس آن کیفیتی که با سند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده ختم می کنند. این دوره های علمی که در مسجد نبی صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می شود 7 ماه طول می کشد. مجمع چاپ قرآن کریم در مدینه منوره این افتخار را دارد که با یاری الله سبحانه و تعالی و با حمایت ویژه از طرف خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و ولیعهد ایشان شاهزاده محمد بن نایف و ولی ولیعهد ایشان شاهزاده محمد بن سلمان حفظهم الله پرچمدار خدمت به قرآن کریم باشد. والحمدلله رب العالمین. مجمع چاپ قرآن کریم هدیه است از طرف کشور عربستان سعودی به تمامی مسلمانان دنیا.